دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم و در ادامه بررسی فریستایل ها میرسیم به فریستایل رضا پیشرو و بگیم که چرا اصلا این فریستایل ها دارای اهمیت هست و ما اینقدر بهش گیر دادیم. ببین همونطور که شما الان دارین میبینین، ما با همدیگه کلی ویدیو کنسرت بررسی میکنیم از این آرتیست های پاپکی و فلان و میبینیم که چقدر اینا فالشی دارن و چقدر کوالیتی پایینه. خب ما تو آرتیست رپمون متاسفانه کنسرت که تو ایران اجازه کنسرت نداریم، رپ و راک و متال و اینها، میمونه این فریستایل هایی که اینا دارن لایو میخونن، تازه بدون هیچ امکاناتی و بدون هیچ چیزی. میریم با هم دیگه از این جنبه بررسی میکنیم که لایو خونی رپرها رو بررسی کنیم. تو الان امیر تتلو فوق العاده بود، هیچکس خیلی خفن بود، حسین رو فکر کنم بررسی کردیم خیلی خفن بود و الان میریم رضا پیشرو. سم پایین زیر بیسته، اینجا خب ممکنه الان شما بگین خواسته چه تیونینگ مطرح نیست. ببینین اون کوردایی که داشت با پیانو گرفته میشد اون هم توی گامی هم بچه ها، فکر نکنین رپ اصلا ملودی محور نیست، هست ولی ساده تره. به چه لحاظ؟ این پیانو هم که داره آکوردایی رو میزنه توی یک گام خاصه، حالا اگه یه آکوردی باشه آهنگ یا دو آکورده باشه، به هر حال توی یک گام خاصه و شما اجازه خوندن یک سری نوتا رو داری و حالا حتی میخوای مونوتون هم بخونی باید نوتی که توی گام هست رو بخونی، عشقی نمیتونی. حالا اون نوت های توی گام یه به طور مثال دارم میگم، مثلا 7 تا نوت باشه، شما همه رو هم نمیتونی بخونی، اگه فلان نوتو برداری زشت میشه آهنگت، 2-3 تاشون خوشگل میشه که الان پیشرو داره همونا رو انتخاب میکنه. مثلا این اینا نوت با هم فرق داره دیگه، اون نوتی رو انتخاب کرده که رو آکوردا نشسته. ببین دند درد دند 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 پر از دولا چنگ و چنگ، ضرب خونی های پیشرو فوق العاده است. و رضا پیشرو کسیه که دهانشو خیلی زیاد باز میکنه و ادای کلماتش خیلی پانچی میشه، خیلی کوبنده است. کلن هم یه ریتمی و یه رایم قالبی داره رضا پیشرو، بم 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 ای بم 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 دن در دن 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 در دن 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 دن، ریتم های معروفه دولا چنگ و چنگ های معروف چار چار رومو میخونه، به همین خاطر انقدر به دل میشینه. معروف ترین ریتما دن 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 اینا هست و برا بم 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 برا بم 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 اینا رو با هم دیگه ترکیب، یعنی دوتا دولا چنگ با یه چنگ، یه چنگ دولا چنگ، دوتا دولا چنگ با یه چنگ، ترکیبات مطرح چار چار روم رو با هم دیگه چنگ و دولا چنگ قاطی میکنه، واژگان روش میچینه، خیلی آهنگا مطلوب میشه. اونا کی هم پشتن؟ اصلا تو وجودش رپ بعد یه باحالی که رضا پیشرو داره، از اون روزی که حالا این سنی بوده جوان بوده تا الان فول کار فول کار، توی هر برهه ای ما ازش کاره هیت میشنویم. بغیر از این یکی دو سال اخیر که احساس میکنم مقداری کلا منزوی شده و انگار که اونم دیگه بیخیال شده. از دوشمن و بردشم شیر و پس میگیرم و یه هم بشیرم از همین آدم و شرسی میمم
سن استایل کارو ببین، واقعا رپ تو وجودشه. قیافه چی شد؟ واه، همین کنسرت اخیری که برگزار نشد، تتلو، پیشرو، حسین توهی، حسین رحمتی، بریم اینو ببینیم چیکار میکنن. آه جهنمه؟ این چه ترکیه؟ ذره مشکوکه، نشنیدم انگار، ولی شنیدم انگار. بله جهنمه. حالا چرا ما به شک افتادیم؟ چون که الان داریم میبینیم دیگه تیونینگای کم مثل سابق دیگه نیست. به شما گفتم درسته مونوتونه، ولی باید تو اون تون قالب آکورد باشه. به طور مثال وقتی دارم لا مینور میزنم، مرسومه که بین لا دو می انتخاب کنم نوت بخونم و فرکانس ها رو گم نکنم. یعنی روت یعنی ریشه که همون لاه، درجه سوم و پنجم لا دو می بخونم. خب مثلا بند فالشی داشتیم، به حال که اون موضوع متفاوته. اون آقای زورا بند فالشی کلا فالشی زیاد توی نوازندگیش داشت. به هر حال برمیگردیم به کار پیشرو. ایمال اخیرنش باید باشه. اصلا شما از استیل کار داون 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 راون داون 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 داون. بچه ها شما نمیدونین چقدر زده ضرب خوندن تو رپ حال میده. ببین داون 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 داون، به جای اینکه بیان داون 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 داون، خیلی دلچسبه. اینا کی هن؟ اینا کی هن دیگه؟ به نظرم دومی رپر میومد. او اینا نکنه اینجا ایرانه؟ نه دیگه جدید باید باشه. فکر کنم که سه تا داداشن، شاید همونان. حالا رضا پیشرو یه برتری بزرگی که داره مفهوم لیریکساشه. یعنی جدا از بحث تکنیک و سپید و چنگ و دولا چنگ و فلان، من فکر میکنم که یکی از پرمفهوم ترین رپراست. لیریکساش واقعا مفهوم داره. حالا عجیب هم هستش که هم مفهوم داره هم میگم و این کلن داون 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 راون داون داون، این رایمون فلوهای پایین، این ملودی وکال های لو فرکانسی خیلی هم به صداش میچشم. نه 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 میچسبه، چون خیلی حنجره پایینه، خیلی مردونه حرف میزنه، خیلی شکیل صداش تو این تون. حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که ایشون خیلی هم حالا فراتر از این ترک های مفهومی پیامبری فلان که حالا ام جی ام تی که شول اومده بود، خیلی هم این خرالاق کره بازم فوشموش هم خیلی سنگین میده. ما واقعا تو اون قابیل یه مقدار کار سخت شد، کار سخت شد. خوستم اونجا که گفت آقا جلو عقب و داستان برنامه میکنم، واقعا اونجا دیگه سخت شد، چون همه مدل رو خوب میزنه. خب این خودش خیلی بیشتر آدمو جری میکنه که بگه واقعا پیش رو یک کاره. یعنی هم پیامبر مؤدبه، هم نمیدونم شمر و کافره، نمیدونم بی تربیته، هم فلان، یه پک کامل داره تو رپ.
الهام جدید برام ساعتی بهشته بهش با تعدی مثل مرواریدش ما به دورایی خوردیم. ولی اینجا حالا من این مال تاریخه که اینجا هم تیونینگ معرکه است، ریتما معرکه است، کلا ما تو رپرها کیفیت اجرای فوق‌العاده می‌بینیم. با اینکه ترانه ها خیلی زیاده ولی هیچکون من تا حالا ندیدم مثلا یادشون بره. اون سیناسایی بود، اون که رهبر فریستایل واقعا، اون از سیناسایی یا خود حالا پیشرو، هیچ کس ترانه ها رو از خال به خال فراموش نمی‌کنن. و سنس کار بارزترین چیزی که من تو رپرها میبینم به نظرم است که واقعا لیریکس ها رو جویدن، واقعا ترانه ها رو حال میکنن. الان تو این چند نفری که دیدیم، خصوصا هیچی هست و پیشرو، اینا واقعا با اجزای صورت اخی دارن میخونن و میبینیم که واسه یارو ترانه رو جویده، اصلا مال خوده. حالا این خیلی باحال بود از نظر این که یه مقدار تغییر فلو هم داشتیم و ملودی وکالا کامل اینجا تیون بود. این آشناه ببه این رو فکر کنم قبلن رفتیم. این واقعا الان چون برام آشنا میاد، خیلی خفن اسپید خوشگل. ببین اصلا یعنی شما بچه حالا خوشبختانه ما یه نظر سنجی کردیم توی جام جهانی تور یادتون باشه، گذاشتیم بهترین رپر فارس و رضا پیشرو اول شد در بین تمام رپرها، ولی میخوام و خوب شد که اول شد. اگه اول نمیشد ما الان باید بارزترین سوالی که پرسیم داشت کی الان اینجوری مثل این یارو در بدرن در بزن سر بزن چی، خلاصه کی میتونه اینجوری بنویسه؟ نه تنها نمیتونه اینجوری بنویسه، به نظر من حالا شما نظرتون، حالا حسین هم خفن مینویسه ولی این تیپی اصلا با اختلاف یشکی نمیتونه اینجوری بگه. این چیه؟ او راکه چاک. ببین بچه ها، من به سلیقه خودم راکه چاک یکی از 5-6 تای برتر رپ فارس ها به سلیقه من. حالا اگه حال کنین یه ویدیو درست کنم به سلیقه خودم 10 تای اول رپ فارس رو بگم، 700-800 تا ترک رو با هم دیگه تو این یه سال و یه ماه بررسی کردیم دیگه. شما همینجا رو نیا کن، الان همین فریستایلی که داره میکنه، فقط یه میکروفون بذاری جلوش ریکورد کنه، امپیتری تمومه. حالا مقایسه کن با امپیتری این پاپکی ها که 700 دفعه ریکورد میگیرن، اون کلمه رو از ریکورد شماره 69 برمیدارن، این ریکورد رو از ریکورد 2536 برمیدارن، کلمه به کلمه، قفل و زنجیر، قیچی بازی، تهش یه امپیتری در میرونم با 1000 تیون. ولی اینو نیا کن، همین الان یه میکروفون بود، امپیتری فاینال بود. روخو همه بگه کاملا خوش تکنیک، خوش سنس. اصلا چی میخوای دیگه؟ فریستایلش اینه، فوق العاده است بچه ها، واقعا کوالیتی اصلا نامبر وان. یعنی آماده کنسرت، آماده امپیتری. من نمیدونم چرا اصلا اینا کنسرت نمیذارن، چرا الان پیشرو حسین اینا کنسرت نمیذارن؟ داشت الان آماده، همین الان آماده، چهار نفر بند جمع کن کار تو استانبول در بیار دیگه. خیلی خفنه بچه ها. اگه تا اینجای ویدیو رسیدیم، من به این که ورژن متال ریمیکسی که من کردم و شنیدین، کردم ریمیکس شنیدین، اگه شنیدین بگین نظرتون چیه، چون من خودم اونو خیلی حال کردم و اونو خیلی خودم، اون کاری که خودم میکس متال کردم، ریفاشو خیلی دوست دارم، به نظرم خیلی خفن شده. خودم اون کارو
خیلی جز معدود کارهایی که خودم کردم و کردم خودم و گوش میکنم خودم. اصلا تموم کار، من از این رپر تکنیکتر، مسلطتر، سنس، گام، ضرب ندیدم. زد ضرب خوند ولی لامصب یادش نمیارم. پنج خط و نیم فقط همینجا بود، یه نفسش 200 صفحه و خورده ای ترانه است، یادش نمیره. ببین واقعا برسیخ کنه، واقعا نشدنیه. شما نمیدونم بچه اشراف دارین که این اصلا اندکاره، واقعا سیخ میشه موهایادم. اصلا خیلی خیلی سخته ها. اگه فکر میکنی خیلی رپ چی و رپ که فلانه، اگه فکر میکنین رپ آسونه، همین کاری که الان پیش رو، همین ترک، همین 20 ثانیه اخیر 700 بار بخونین رو ترک کاراوکی ببینین میتونی ضربه رو اینجوری بخونی. حالا اصلا فقط خوندنش، حالا نوشتنش که اصلا کار حضرت قمر مصنوعینان. او دیوانن اینا، اینا دیوانن. این ببخشید بچه های گوشی راستش تازه هم خریدم، یه ماه فکر کنم یک دو ماه داشت تر میخورد. در حالی که سینا سایی فریستایل کنه سنگین، رضا پیشرو فارغ از مفهوم، وگرنه مفهوم که اصلا رضا پیشرو دیوانه است. این کی حسینه؟ عجب ترکیب استثنه. آقا خیلی براتون خوشحالم که شما، خب من خودم تازه حالا به واسطه شما به رپ علاقه من شدم. من تا قبل از این مباحث ریاکشن و آنالیز یه ترک رپ مثلا 20 سال پیش چنیده بودم، زد بازی مثلا میگفت این آجیلی چی بود، آجیلی بود چی بود، دختر شیش رفت رو حساب رفت رو، اینا رو شنیده بودم. ولی الان خیلی برای شما خوشحالم که شما این همه آرتیست نامبر وان داریم و حال میکنی. واقعا کیفیت رپ ایران فرا تصور خفنه، خیلی حال میکنین. از اینکه شما خیلی حال میکنین من خیلی خوشحالم که شما دارین حال میکنین، چون واقعا تو پاپ ما کیفیت پایینه. ای حسین دن سرویس چنم آلبوم داره به زودی میاد، یا میگن با پوتک فیت داده، باید ببینیم چی میشه. چقدر لاغره اینجا. سنسو چه احساسی، با اختلاف اوله، اصلا با اختلاف اوله. وای مگه میشه تو اتاق چنین احساسی داشته باشی؟ توش تو اتاق فریستایلینی وسط کنسرت چه شکلی؟ کفمون برید. واقعا سنس کار اصلا عجیب و غریب بالا. این چیه؟
کلماتم از هم آلودش کاملم، کلماتم مثل سایغن از سادرخت ها تو میفتم وقتی را برم راستی یادم. اینم خیلی باحاله که میرم با دوستشون، این چیه؟ zirzamin.com. خیلی باحاله که با دوستاشون میرن اینجوری فریستایلی. فقط من هرچی که از این مدلی دیدم با دوستاشون، اون روز انگار رپر نیستن یا اصلا تو باغ نیستن. قدیما اینجوری بود که مثلا تو پارک قورباغه رو میشناسین تو شرک غرب، خیلی رپرها اونجا میرفتن، یا آپادانا اینا، یه جایی بود بالای 20 سال پیش، مثلا هی یو یو میکردن، یه شور حسینی به کار میدادن، رپره جو اینا همه شلن. تو الان رو خوب ببین همه جوره خب یارو سرد میشه دیگه داداش. تو هوا داره فکر نکنم مثل چالی سامتم تو انتظار فاشم و داشم زمان به من یاد داره که منتظر. این کدوم ترکه؟ رفتیم؟ بچه ها رپ گیم رو میریم ها. ببین من هابیل قابیل قول ندادم رفتیم کپی رایتی هم بود، رپ گیم رو قول دادم، اثر منفی رو قول دادم از رضا پیشرو و اون آخریش نیستم اولیش هستم و اون از تتلو رو قولشون دادم کپی رایتی هم. آبه سی هره فیل آخه الان بند خدا حسش نمیره، همه موبایل بدست الان من همه دو یو یو فلان اینجوریه چیه خلاصه یه جودی طرف، ولی همینم هم ببین چه حسی داره رضا پیشرو. خیلی خفن، خیلی خفن از جهت اینکه تنها کسیه که ببینم با جون و دل میخونه، یعنی اصلا کلمات تو وجودشه، رپ تو وجودشه. من رو دست رضا پیشرو اول رپ ندیدم تو وجود، دو هیچ کس. ببین شما نظرتون چیه؟ اصلا رپن هیپ هاپن به هر حال. اینم از رضا پیشرو که بسیار خفن بود، فوق العاده آماده کنسرت، آماده جز مدن افرادی هم تا همه شون خفنن. ما این سیناسایی خفن بود، اصلا رپرها واقعا کوالیتیشون بالا، از جمله رضا پیشرو. ممنون از اینکه با من همراهی بودین، شما هم کامنت کنین که نظر شما چیه. من هی میپرسم، دوست دارم که ببین کامنت ها رو دارم با عشق و علاقه میخونم، با هم حال کنیم، حرف بزنیم فلان. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.